دل شکسته مرا اسیرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام است، یعنی تبیین این مطلب که قیام جهانی سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب به چه دلیل قرآنی محقق شد، کدام بخشی از آیات قرآن است که به چنین قیامی امر می کند و چنین نهضتی را امضا می کند و ما را وادار می کند که از این نهضت استقبال کنیم و او را اسوه قرار بدیم. این بحث نه برای آن است که ما کار معصوم را بخواهیم به وسیله قرآن مقبول قرار بدیم، چون کاری را که معصوم علیه السلام میکند حجت خداست. اگر خدای سبحان مطلبی را در قرآن بیان کرد برای همه ما حجت است، و اگر خدای سبحان به معصومش دستور داد که کاری انجام بدهد برای ما حجت است. فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم مثل آیات قرآن کریم معصوم است، مصون از اشتباه است، یقینا حجت. این که گفته شد شما روایات اهل بیت را بر قرآن عرضه کنی، خواه اون روایات معارض داشته باشد یا نداشته باشد، برای این نیست که ما سند روایات را با این عرضه به دست بیاریم. اگر چیزی واقعا قول امام بود، کار امام بود، امضای امام بود، چون امام معصوم است اون کار یقینا حجت است و یقینا حکم خداست. سر این که گفتن شما روایات را بر قرآن کریم عرضه کنی تا روشن شود که مخالف قرآن نیست، برای آن است که معلوم بشود آیا این کار کار امام بود یا نبود، آیا این سخن سخن امام بود یا نبود، آیا این تغییر و امضا امضای امام بود یا نبود. یعنی برای اصل مطلب ما باید به قرآن مراجعه کنیم، وگرنه اگر کسی در خدمت امام باشد و ببیند امام چنین سخنی را گفت یقینا حجت است و نیازی به عرضه به قرآن کریم ندارد. پس سنجیدن روایات به وسیله قرآن کریم برای اصل اعتبار قول معصوم نیست، بلکه برای این است که برای ما ثابت بشود آیا این فرمایش امام هست یا نیست، آیا این کار امام هست یا نیست. اون چی که در این بحث مطرح می شود
این نیست که این کار حجت است یا نه، چون قیام سید شهدای امر قطعی بود. همه ما میدانیم که حسین ابن علی مبارزه را شروع کرد، اول از راه امر معروف و نهی از منکر، اول با تعلیم کتاب و حکمت، اول با تزکیه نفوس، اول با اتمام حجت، بعد وقتی حمله کردن و دفاع کرد. بحث برای آن است که قرآن کریم سخنی دارد که ثابت کند انسان برای حفظ مکتب تا آخرین لحظه باید اهل نثار و ایثار باشد یا نه. آیا قرآن کریم جامعه را به این سمت و سوی دعوت می کند یا نه؟ آیا وظیفه مردم این است که برای حفظ دین تا آخرین مرحله کوشا باشند یا نه؟ آیا مکتب اونقدر می ارزد که انسان عزیزترین افراد خانوادش را فدای مکتب بکند یا نه؟ مکتب چیست که بشر اینقدر باید فداکاری بکند؟ دین چقدر مهم است که انسان برای حفظ او باید از عزیزترین افراد بگذرد؟ محور بحث در این قسمت است که تبیین قرآنی نهضت ارائه شود، نه برای بیان اینکه فعل معصوم آیا حجت است یا حجت نیست. بسیاری از ماها مشکل اصلی ما آیا است که ما خود را نشناختیم، نه از آغازمون با خبریم، نه از انجاممون با خبریم، لذا خوابمون برده و ما خوابالود زندگی میکنیم. جامعه‌ای که خوابالود باشد، از آغازش بیخبر باشد، از انجامش بیخبر باشد، خود را هم نشناسد، در خواب باشد، حرف او حرف خوابالوده است، قیام و قعود او خوابالوده است. شما اگر از جامعه مقدار فاصله بگیرید، مردم رو تماشا کنید، میبینید بسیاری از اینها کارشون کارهای خوابالود است. نمیدانن کجا بودن، نمیدانن کجا میروند، نمیدانن چه میگوین، چه میکنن، به چه میخرن، به چه میخورن. از اینها سوال بکنید از کجا آمدی؟ میگد نمیدونم. به کجا میروی؟ نمیدونم. او فقط یک گوری میبیند و قبرستان میبیند و این بدن رو در خاک میسپارن میبیند و دیگر هیچ. اما انسان یعنی چه؟ روح یعنی چه؟ برزخ یعنی چه؟ ما مسافریم یعنی چه؟ به کجا میرویم یعنی چه؟ با دست خالی رفتن سخت است یعنی چه؟ اینا رو اصلا نمیدونم. قهرن کار این افراد کار آدمی است که تو خواب دارد حرف میزند. گاهی که انسان در یک جا نشسته است، میبیند افراد دارن حرف میزنن، کاملا مثل اون حالت است که انسان در کنار چند نفر خوابیده باشد و برخی ها تو خواب حرف میزنن که خوابشون انقدر سنگین است که سخن میگوین، اون سخنهای خوابالود عالمانه نیست، محققانه نیست، مبدع برهانی ندارد، منشأ قرآنی ندارد. اکثری مردم اینه. وجود مبارک نبی اکرم علیه و علی آله آلاف و تعیید و سلام مثل سایر انبیا آمدن انسان را معرفی کردن که انسان کیست، جهان را معرفی کردن که جهان چیست، پیوند انسان و جهان را تبیین کردن که این رابطه چگونه باید باشد. بعد به انسان گفتن انسانا این مثلث اصلش توی، اون ضلع مهم توی، جهان را میبینی برای توست، جهان به تو مرتبط است نه تو با جهان. این پیوند انسان و جهان به این نیست که انسان بخواهد به جهان تکیه کند،
بلکه جهان به انسان دارد تکیه میکند. و اگر انسان نبود خدا جهانی را نمی آفرید. این مثلث ضلع اصلیش بشریت است، یعنی این ضلع اصلی مثلث انسان عالم و آدم و پیوند بین این دو، این ضلع اصلی انسان. جهان برای انسان است و جهان را انسان می گرداند. نظم جهان، خوبی جهان، بدی جهان به وسیله خوبی و بدی انسان است. و روزی کل این جهان عوض می شود برای که انسان رخت بربست و سفر کرد. اگر انسانیت، جامعه انسانی، کل بشریت وارد صحنه قیامت شد، دیگر این خانه کلنگی را خدا ویران می کند. نه شمس و قمری میماند، نه راه شیری میماند، نه کهکشان ها میماند، نه ستاره های ثابت و سیار میماند. این خانه خانه کلنگیه، برای انسان ساختن. روزی که صاحب خانه رفت این خانه را ویران میکنن. این معارف را انبیا به ما آموختن، این معارف را وجود و بارک رسول گرامی به ما آموخت. این معارف تو این مکتب آمده، در جاهلیت با این مکتب مبارزه کردن انبیا عموماً در جاهلیت های کهن. به وجود مبارک رسول گرامی علیهم آلاف و تهید و استنا خصوصاً قیام کردن و بالاخره موفق شدن. دوباره کار به همون جاهلیت کهن برگشت. حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قیام کرد و این مکتب رو زنده کرد. اصل مکتب برای آن است که به ما بفهماند بشریت برای همیشه زنده است. در بسیاری از آیات قرآن کریم ذات اقدس اله وقتی کفر کافران را نقل می کند، نفاق منافقان را نقل می کند، دسیسه بداندیشان نفاقی را ذکر میکند، میگه اینا خودشون را نشناختن. با یه بیان دلسوزانه میفرماید اینا خودشون را نشناختن، نمیدونن چیان. در همون اوائل سوره مبارکه بقره وقتی میفرماید اینا دارن نیرنگ بازی میکنن، خدعه میکنن، با انبیا خدعه میکنن، با اولیا خدعه میکنن، فبود اینا یخادعون الله و الذین آمنوا اما و ما یخدعون الا انفسهم. اینا دارن با خودشون نیرنگ بازی میکنن منتها نمیدونن. پیام قرآن کریم این است که انسان هر خلافی که دارد میکند به اون هستی و هویت خودش دارد خیانت میکند. یه روزی همه این خیانت ها ظهور میکند و به انسان می فهماند که شما هرگز از بین نیستی و تمام تلاش و کوشش آن است که به خودت داری آسیب می رسونی. این معنا بخش دیگر هم همینطور است. فرمود وقتی شما به منافقان می گویید افساد نکنید، جامعه را فاسد نکنید، آلوده نکنید، می گویند ما مصلحیم. قرآن کریم می‌فرماید الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اینا دارن فساد میکنن ولی نمیدونن چیکار میکنن. چرا نمیدونن چیکار میکنن؟ برای که انسان خواب‌آلوده اگر لگد زده چراغ رو خاموش کرده، یا لگد زده ظرف رو شکسته، یا لگد زده به کسی آسیب رسونده، این اهل درک نیست، کارش خواب‌آلود است. الناس نیام اذا ماتون تبهو. بسیاری از مردم خوابن و انبیا آمدن اینا رو دارن بیدار میکنن که این حرف تو علیه خود توست، داری به آتش نزدیک میشی، به آتش بازی نکن. در سوره مبارکه نساء فرمود اینا که دارن مال حرام میخورن در حقیقت آتش میخورن، منتها چون خواب‌آلود هستن دست به آتش میزنن. یه وقتی که سوختن بیدار میشن، یه وقتی هم بیدار میشن ببینن دارن میسوزن.
این حرفها برای بسیاری از افراد شناخته شده نبود و نیست. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب دید مردم در جاهلیت گرفتار انحرافات فکری بودن، انحرافات اخلاقی داشتن، انحرافات اقتصادی داشتن، انحرافات سیاسی اجتماعی داشتن، آلوده بودن به اون آلودگی هایی که همتون میدونید. اسلام آمد این آلودگی ها را برطرف کرد، افراد روشن کرد، عدل اجتماعی را تا حدودی اقامه کرد، احیا کرد با تلاش و کوشش، با رحلت رسول گرامی علیه بر آله آلاف و تحیید و سنام، دوباره این ها برگشتن به همون جاهلیت کهن، به همون اوضاع عرب قبل از اسلام. وجود مبارک ابی عبدالله 20 سال این صحنه را تحمل کرد، یعنی 10 سال در زمان امامت امام مجتبی سلام الله علیه تحمل کرد، 10 سال هم بعد از امام حسن تمام این صحنه را تحمل کرد، گاهی موعظه کرد، گاهی نامه می‌نوشت، گاهی سخنرانی می‌کرد، البته نه به طور فعال شدید، چون اموی به وسیله معاویه نمی‌ذاشتن این وضع وجود مبارک حسین ابن علی فعال باشد. بعد دید هیچ چاره ندارد، معاویه که مستقر شد کاملا به جوامع اون روز را به سمت جاهلیت قبلی برگردوند. رضا حضرت وقتی که دارد قیام میکند فبود من قیام کردم تا امر معروف کنم، نهی از منکر کنم، مردم صالح کنم، به سیره پیغمبر برگردم، به سیره علی ابن ابی طالب برگردن، خودم به همین سیره ها عمل میکنم. بنابراین اصل این مکتب را سالار شهیدان تشریح کرد، لایشعرون را برای مردم شرح داد. در همین سوره بارکه بقره چند جا که داره اینا نمیدونن چیکار میکنن، گاهی در اون بخش پایانی فرمود لا یعلمون، گاهی دارد لا یشعرون، گاهی دارد لا یفقهون، فرمود الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون. اینا سفیهن ولی نمیدونن که سفیهان حرف میزنن. خب در درون ما کی هست، چی هست که ما از او بیخبریم؟ به ما گفتن در درون شما یه هویت اصلی هست که هویت اصلی شما همان است. یه روکشی دارید که ابزار کار شماست، یعنی شما یه بدنی دارید که همه تون احساس میکنید، یه نیروی نباتی درش هست، یه نیروی حیوانی درش هست که غذا میخورید، میآشامید، لذت میبرید، میخوابید، سخن میگویید، کار میکنید، اینا حیات حیوانی شماست. این حیات را حیوانات هم دارن. شما میرید در این بازی ها، این سیرگ ها تمام این بازی ها را به یاد حیوانات هم میدن. این کارها که یه عده زیاد خود را برای او سرگرم کردن، برای او جان فشانی میکنن، میبینید به حیوانات هم قابل تعلیم هست، قابل انتقال. اینا فرمود روکش شماست، اینا شما نیستی، اینا ابزار کار شماست. خدای سبحان این حیات گیاهی رو به شما داد، این حیات حیوانی رو به شما داد، تا تلاش کوشش کنید، تغذیه‌تون رو تأمین کنید، تولید مثل کنید و مانند اون. اون شناسنامه اصلی شما اونی که در درون درون شماست. شما او رو باید کند و کاو کنید، شناسنامه تون تو دستتون نیست، در درون جان شماست. انبیا آمدن کند و کاو کردن برابر این خطبه نهج البلاغه و یثیر لهم دفائن العقول، این دفینه ها، این گنجینه ها را باز کردن، هویت اصلی انسان را به انسان نشون دادن، گفتن شما اینی. مثل یک زمین شناس ماهر که این گنج ها که در درون زمین نهفته است او را زمین شناسی میکند، کندوکاو میکند، گنج ها را استخراج میکند، بلد این کارهای گرانبها شما. نفت شناس ها اینطورن، گاز شناس ها اینطورن، اون کسی که معدن شناس است کندوکاو میکند، اون گوهر گرانبها را ارائه میکند. انبیا معدن شناس های اصلی مایند، کندوکاو کردن، درون ما را نشون دادن، گفتن این که ابدی این است، این که برای همیشه میماند این است، این که خدای سبحان فرمود من آسمان و زمین را مسخر شما قرار دادم این است. میبینید
الان در نظام خلقت ما بهتر از شمس و قمر چیزی نداریم، از ماه بهتر، از آفتاب روشنتر دیگه چیزی نیست. خدای سبحان می‌فرماد این شمس و قمر، این آفتاب و این ماه قبلن یه مشت دود بیشتر نبود. ما یه مشت دخان را، یه مشت دود را به صورت راه شیری در آوردیم، شمس و قمر کردیم، بعد هم اینها را به صورت دود در میاریم و از بین میبریم. این طور نیست که ماه و آفتاب را از پرنیان و برور ساخته باشن که فرمود ثم استوى الى السماء و هی دخان. فرمود وقتی بساط زمین روشن شد، خدای سبحان به پرداخت و آفرینش و پردازش آسمان. خب قبلا آسمان چی بود؟ آسمان رو به چه صورت در آورد؟ بعد به چه صورت؟ فرمود ثم استوى الى السماء و هی دخان، به آفرینش آسمان پرداخت، در حالی که یه مشت دخان و دود و گاز بیشتر نبود. ما این یه مشت دود را به صورت آسمان ها هفتگانه در آوردیم، از او ماه ساختیم، از او آفتاب ساختیم، از او راه شیری ساختیم و زینا این آسمان را به مسابی. این یه مشت دود به این صورت در آمده، برای شما این کار کردیم. در آینده نزدیک یا دور هم اذا شمس کورت هست، اذا نجوم منکدرت هست، ما کل این صحنه را بر می‌داریم. ما برای شما فعلا یه چراغی روشن کردیم، بعد شما رفتید این چراغ خاموش می‌کنید. این چنین نیست که این شمس و قمر را از طلا ساخته باشن یا از پرنیان و برور ساخته باشن، که اون خدایی که یک مشت دود را آفتاب درست کرد، همون چراغ زندگی شما این شمس و قمر، این ماه و آفتابه. شما که از اینجا رفتی ما این چراغ خاموش میکنیم. وقتی شما میخواید برید، اذا شمس و کبرت هست، اذا نجوم منکدرت هست. خب حیف نیست انسان خود را به مجموعه آسمان و زمین بفروشد؟ اگر به کسی بگویند کل این مجموعه آسمان های هفتگانه را ما به شما بدیم، شما بشو برده شیطان، یکی این کار بکنه ضرر کرده. کل این مجموعه، چون کل این مجموعه را برای انسان آفریدن. شما اگه مهمان داشته باشید، بالاخره یه چراغ روشن میکنید که مهمان پذیرایی بشه، وقتی رفت خاموش میکنید. فرمود این ماه را من روشن کردم، این آفتاب را من روشن کردم برای مهمان عزیز. وقتی این از دنیا رحلت کرد به برزخ رسید، اونجا هم من بهش را آماده کردم برای این. قبل از این که به این دنیا بیاید، این دنیا را مزین کردم، زمین را فرش کردم، آسمان را مزین کردم، مهمانم را دعوت کردم، یعنی انسان را. وقتی انسان از این نشأه سفر بکند وارد برزخ و قیامت می شود، اونجا را هم من مزین بکنم، فرش میکنم، بهشت است، جناتون تجدید من تحضیر انهار است برای مهمانم. انسان میشود مهمان خدا، منتها در مراحل مهمانی فرق میکند. یه وقتی مهمانی خیلی رسمی است، یه وقتی مهمانی عادی است. فبود ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الرحمن است. کسانی که به حج موفق میشوند و حج مشرف میشوند، اینا جزء ضیوف الرحمنند. در حال عادی هم بالاخره حالت مهمانی است. فرمود شما مهمانان منی و من کل این صحنه را هر جا شما حضور داشته باشید او را فرش میکنم، مزین میکنم. فرمود این فرشی که شما در عالم میبینید، بهترین فرش شما فرش ابریشمی است و پرنیانی. من در بهشت برای شما فرشی فهم میکنم که نمونه از اون در عالم اصلا نیست. شما ببینید فرش یه آستری دارد و یه ابری، تمام نقش فرش مال اون ابر است، تمام قیمت هنر و ارزش فرش به اون ابر است. آستر که طرف زمین است، اینقدر هنرنمایی و زیبایی درش نیست. وقتی فرش رو میخوام ببینند و بخرن، قسمت مهم به اون ابرش نگاه میکنن، به اون قسمتی که روش میشینن. اما پشت فرش در این حال که محکم است، اون لطافت و آثار هنری ابره را ندارد. بهترین فرش هم فرش پرنیانی و ابریشمی است. فرمود من در بهشت فرش های پهن کردم که آسترش ابریشم است،
ابرش چیست خدا میدونه. فبود متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، بطائن اون آستر رو میگن، از زهاره ابردان و البتانه آستر، آسترش حریر است، په ابریشم است، ابرش چیست خدا میدونه. قالب لذت ها این طور است، میوهاش این طوره، فرشاش این طوره، کوثرهاش این طوره. فرمود وقتی به دنیا آمدی من زمین را برای شما مهیا کردم، وارد آخرت میخواد بشید اونجا را هم برای شما فهم میکنم، برای این شما انسانی. اگر کسی انسانیت خودش حفظ کرد، ذات اقدس الله اینقدر برای او حرمت قائل است. این را انبیا و ما تفهیم کردن. شما ببینید کشورهای آفریقایی اینا فقیرانه زندگی میکنن، اما رو گنج زندگی میکنن. معدن طلا دارن ولی نمیذارن کسی بفهمد اون طلاها رو استخراج کنه. رو گاز و نفت زندگی میکنن ولی کسی در بینها اجازه نمیده استخراج میکنن. فقیرن اما دارای معدن طلایم. گاهی انسان فقیرانه زندگی میکنن، در درونش هویت و معدن فرشته خویی است. این اغراض و غرایز رفته روی اون هویت اصلی دار بار گرفته. ما از فرشته اگر بالاتر نباشیم یقینا کمتر نیست. میبینید مرحوم کلینی نقل کرده، بزرگان دیگر نقل کردن، تو کتابهای مقدماتی حوزه های علمیه هست که فرشته ها جایی که طلاب علوم می نشینن پرها را پهن می کنن تا طالبان علوم روی این پرها و بالهای فرشته بشینن. گرچه این را در حوزه های علمیه تدریس می کنن ولی در حسینیه ها، در مراکز، در مؤسسات تحقیقاتی جایی که طالبان علم و دانش شرکت می کنن اونجا هم هست. این روایت اختصاصی به حوزه های علمی ندارد، هر جا مطالب علمی طرح می شود شنونده ها برای فراگیری مطالب علمی شرکت می کنند، با اخلاص طرح می شود، مستمعان و مخاطبان هم با اخلاص می شود، اونجا مجلس علم است. برای هر مجلس علمی فرشته های خاص هستند. فرشته ها بالها را پهن می کنند تا طالبان علوم روی بال ملائکه بنشینند. چرا ملائکه اینقدر خاضعانه در مجالس علمی حضور دارد، بال پهن میکند تا طالبان علم و دانش رو بال ملائکه بنشینند؟ برای اینکه ملائکه بال دارد با اون بال پرواز میکند. این یک. در مجالس علمی اینا حضور پیدا میکنند تا به ما یاد بدن که ما بال و پر در بیاریم. دو، بعد وقتی که بال و پر در آوردیم پرواز بکنیم. این سه. اما مثل این مرغهایی که به طمع طعمه از غرب به شرق یا شرق به غرب به طمع طعمه در این تالابها حرکت بکنن، این چی نباشد. چهار، ما پرواز بکنیم از طبیعت به فرا طبیعت، نه از شرق به غرب، نه از شمال به جنوب. اون که از شمال به جنوب پرواز میکند یا به عکس، اون که از شرق به غرب پرواز میکند یا به عکس، این مرغ ملکی است که دارای بال و پر است. اما مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، او از طبیعت به فرا طبیعت پرواز میکند، نه به طمع طعمه از شرق به غرب. دو تا پرواز داریم، یه پرواز مرغ ملکی است که این به طمع طعمه دارد حرکت میکند از یک مکانی به مکان دیگر، یک مرغ ملکوتی است که در سوره مبارکه فاطر فرمود اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، اینا بال دارن، بال و پر متعدد دارن، اینا اهل پروازن، اما پرواز از ملک به ملکوت، نه از شرق به غرب. خاصیت رفتن به مراکز علمی اینه که آدم پر در بیاره، یک، آیین پرواز یاد بگیره، دو، جهتیابی بکنه، سه، در از جهت به بی جهت حرکت کند، از طبیعت به بی فرا طبیعت حرکت کند، چهار، میشه مرغ انسانی.
اون وقت نه بیراه میرود نه رای کسی رو میبنده. وقت آزادانه اگر گفتن بفرما، او مشتاقانه به طرف قیامت میره، چون مسافریست، سوغاتش تهیه کرده، آماده پروازه، نگرانی نداره. این مکتب را انبیا آوردن، اولیا آوردن، وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تایید دستن آورده. بسیاری از مردم فهمیدن. بعد از رحلت اون حضرت دوباره افراد را خواستن برگردن به اون جاهلیت. حسین ابن علی قیام کرد و قیامش موفقیت آمیز بود. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه سوال کردن در این جریان و نهضت و قیام و مقاومت کی پیروز شد؟ فرمود ما. با اینکه حضرت با زنجیر وارد شام کردن، خود ما پیروز شدیم. ما رفتیم مکتب رو زنده کردیم، انسانیت انسان رو بهش نشون دادیم، اون هویت اصلی رو برانشون دادیم، کند و کاو کردیم، این معدن را ارائه کردیم. خیلی ها فهمیدن و دین زنده شد. و اگر میخوای بفهمی که ما پیروز شدیم یا نه، هنگام نماز اذان و اقامه بگو ببین نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام زنده کردیم و برگشتیم. وجود مبارک پیامبر نامش در اذان است و در اقامه است. فما رفتیم اذا اردتن تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم، اذان و اقامه بگو ببین در اذان و اقامه نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام رو زنده کردیم برگشتیم. بنی امیه خواسته این نام رو از بین ببرن. بنابراین تمام هویت ما به وسیله حسین ابن علی سلام الله علیه بعد از اون جریان رحلت رسول گرامی علیه و آله و سلم روشن شد. اگر ما در بازار جهان خود را به آفتاب بفروشیم ضرر کردیم، خود را به ماه بفروشیم ضرر کردیم، خود را به این راه شیری بفروشیم ضرر کردیم، از ما گرانتر احدی نیست. چون ابدیت مال ماست و ذات اقدس الا اون بهشت را برای ما فراهم کرده است. هر چه انسان بخواهد در اون بهشت هست. هفته امر معروف و نهی از منکر هم هست. به وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب به عنوان امر معروف و نهی از منکر قیام کرد که یکی از آیات قرآن کریم هم همین بخش است که انشاءالله به فرصت هایی که در پیش داریم یکی پس از دیگری این آیات عرضه می شود و سند قیام سالار شهیدان برای ما تبیین خواهد شد. در حقیقت ثقلین یعنی قرآن و اسرت هر دو ما را به امر واحد دعوت میکنند. کار معصوم خودش حجت است، ولی برای فهمیدن ما آیات قرآنی را با کار حسین ابن علی سلام الله علیه که ارجیابی میکنیم، میبینیم اون چرا خدا در قرآن کریم فرمود حسین ابن علی عمل کرد، اون چرا حسین ابن علی سلام الله علیه و عمل کرد ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود. از مصائب بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها سخنی می آمده. ایام متعلق به این خاندان است و عرض ادب کردن به اینها برای خود ما فضیلت است. چون گریه کردن ما رو مسلح می کند. شما در دعای کمیل می خوانید که گریه سلاح مؤمن است، اسلحه مؤمنه. اگر کسی اهل جهاد بود خواست مبارزه کند، با دست خالی که نمی تواند بجنگد. اگر خواست با دشمن بیرون بجنگد، آهن سلاح اوست، تفنگ است، گلوله است، اینا سلاح و اسلحه جنگ با دشمن بیرونه. اگر خواست با غرور و منیت و خودخواهی و نفس اماره و نفس مسوله به جنگد، این در دعای کمیل آمده است به سلاح هل بکا، این گریه خالصانه به درگاه خدای سبحان آدم رو مسلح میکنه. یعنی آدم رو از غرور نجات میده، از تعدی نجات میده، از ظلم نجات میده، از خودبینی نجات میده، از احسن و اساسن و رعیا نجات میده، از طمع نجات میده. در نبرد با دشمن درون گریه میخواهد و سلاح و حل بکا، یعنی اسلحه
مرد با ایمان در نبرد با دشمن درون قلب شکسته است. گریه خاضعانه در عبادت و غیر عبادت یه اثر دارد، گریه برای سالار شهیدان یه اثر دارد. این گریه ما را به ولایت نزدیک میکند، به امامت نزدیک میکند، به علاقه بونها نزدیک میکند. وقتی بونها علاقمند شدیم، سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم. این است که ما را وادار کردن که اگر اهل نماز شبی در نمازهاتون گریه کنید، انسان اهل گریه رقیق القلب است، قسی القلب نیست. شما بارها به عرضتون رسید این 7-8 میلیون پرونده که تو دستگاه قضایی سالها میگردد، 80 درصدش یا 90 درصدش رو همون خشونت هاست. گذشت درش نیست، عفو درش نیست، اغماز درش نیست، به من برخورد، چرا این حرف زد، چرا حرف من عمل نکرد. این بودجه مملکت صرف اون میشه، وقت نیروها صرف اون میشه، پر بودن زندان ها صرف اون میشه. اگر این حسینیه ها به رسالتش عمل بکنه، مردم اهل نماز جماعت باشن، اهل حسینیه باشن، اهل عزادر باشن، نه بیراهه میرن، نه کسی راه اونها رو میبنده، نه اونها راه دیگری رو میبندن. این گفتند به مجالس حسین ابن علی شرکت کنید، برای که جامعه بهترین راه زندگیش همینه. اونهایی که با این معارف رابطه‌ای ندارن بالاخره همیشه در زحمتن. این گریه هم آدم رو رقیق القلب میکنه، هم علاقمند به انسان کامل میکنه. وقتی مشتاق به اونها شدیم، حرفای اونها رو میشنویم. در باره خود سید شهدا حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام علیه گفتن انبیای الهی گریه کردن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گریه کرد، فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب علیهما آلاه و تهدی و سنا گریه کرد. اما چه از فضیلت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها سخنی به میان آمده، منم این یک جمله آخر را به عرضتون برسانم. خود وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها هم برای حمایت از مکتب این تلاش و کوشش را انجام داد. شما ببینید اینا برای حفظ مکتب، برای حفظ دین از هیچ مشکلی نگذشتن و از هر فرصتی هم حد اکثر بهره را بردن. شما اون باغ فلک را ببینید، وجود مبارک زهرا برای حفظ اسلام تا خود در اختیارشون بود مصرف میکردن. بعدم که از اینها گرفتن برای اینکه اختلاف داخلی نشه صرف نظر کردن. وقتی وجود مبارک هست امیر رو خواستن به اون وضع به مسجد ببرن، فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور پیدا کرده. عده آمدن بین در و دیوار اهانت کردن به ذات مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون وضعی که برای بی بی سلام الله علیها پیش آمد، وجود مبارک فاطمه به هست امیر سلام الله علیه ما نگفت ای علی منو بگیر، فرمود یا فزه خزینی. به علی ابن ابی طالب چیزی عرض نکرد، فرمود ای فزه منو بگیر، چون حضرت باردار بودن. فرمود یا فزه خزینی قد اسقط تو مافی جمیلنی، این بچم به این وضع از من گرفته شد. بعد با اونها وقتی دید علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو به اون وضع به مسجد بردن، زنان برجسته انصار و مهاجر در خدمت حضرت بودن. با اینکه فاصله بین منزل و مسجد زیاد نبود، وجود مبارک بی بی سلام الله علیها در بین راهی که دو جا نقل کردن نشست، نفسی تازه کرد، خستگیش برطرف می‌شود. با اینکه خب جوان از فاصله مسجد و بیت هم بسیار کم بود، وقتی آمد وجود مبارک هست امیر را با سر برهنه در کنار منبر دید، فرمود خل ابن عمی اول اکشفن رأسی به دعا. نفرمود شوهرم را آزاد کنید، نهایت ادب را رعایت کرد. فرمود دست از پسر عموی من بردارید، یا سرم را برای نفرین برهنه می کنید.
مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل کرد که وجود مبارک امیرالمؤمنین ظاهرا به سلمان رضوان الله علیه فرمود سلمان برو به دختر پیغمبر بگو تو دختر رحمت للعالمینی، من میبینم عذاب از دو طرف مدینه دارد وارد میشود، دو طرف شهر مدینه دارد میلرزد. که وجود مبارک امیرالمؤمنین این پیام را که داد، زهرا سلام الله علیها از اون صحنه فاصله گرفت، اما خب زینب کبرا سلام الله علیها مراحل سختری را در کربلا دید و این بچه ها دیدن که وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها دست برده زیر این بدن، گاهی به آسمان نگاه میکنه حرف میزنند، گاهی به پیغمبر بیانی دارد، گاهی به علی ابن ابی طالب، گاهی به مادرش فاطمه. به خدای سبحان عرض کرد ربنا تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی را از ما قبول کن. گاهی به رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیف و سنا خطاب میکند، عرض میکند این که شما فرمودید حسین مصباح الهداست و سفینه نجات است، حسین کشتی نجات است، کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا. جدا این کشتی با طوفان خون شکست و غرق طوفان خون شد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا معدن الرساله، یا مهبط البحر، یا مختلف الملائکه، نسألك اللهم و ندعوك بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به انبیای الهی، تو را به صحب آسمانی و اسمای حسنای قسم، دلهای ما را ظرف معارف الهی قرار بده، توفیق ادراک معارف الهی، تخلق به اخلاق الهی، عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما، امر فرج ولیت را تسلیم بفرما، نزاع ما رهبر ما مراجع بزرگ و بزرگوار ما، حوزه های علمی فقهی فرهنگ دانشگاهی ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما، دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما، حوائج مشروعی همه را در سایه لطف امام زمان برآورده بفرما، مرزای مسلمانها را در سایه لطف امام زمان درمان بفرما، مشکلات دولت و ملت، مشکلات مسکن، مشکلات ازدواج جوانها را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما، امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان و سوریه را در سایه لطف امام زمان برقرار بفرما، خطر بیگانگان مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده، این عرض ادب را از همه به احسن وجه بپذیر، ثوابی از این عرض توسل ها به ارواح معلمان، بنیانگذاران مراکز مذهب، ذوی حقوق ما، کسانی که کتابهای علمی نوشتن و ما ازش استفاده میکنیم به بهترین وجه اهدا بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله. بلاب رسید جانم که هر چه کرده باشد.